رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران که با بکارگیری قسمتی از توان رزم نیروی زمینی، نیروی پدافند، نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه وسیعی در زمین از شرق تنگه هرمز تا پسابندر مرز ایران و پاکستان و در دریا تا مدار 10 درجه شمالی و قسمتی از دریای سرخ را در بر می‌گیرد، از اول هفته گذشته مراحل مقدماتی خودش را آغاز کرده و انشاءالله از فردا وارد مرحله اصلی رزمایش خواهیم شد. هدف رزمایش بالا بردن توان رزم و دفاع ارتش جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از تمامیت ارضی، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. از ویژگی های رزمایش که سوال فرمودید، گستردگی منطقه عملیات که عرض کردم خدمت شما، وجود اشراف اطلاعاتی در منطقه توسط یگانهای اطلاعاتی نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، به کارگیری تجهیزات بومی، مهمات بومی و هوشمند و تماما تکیه بر توان داخلی، به کارگیری یگانهای پهبادی شناسایی و رزمی به صورت وسیع و گسترده در بردهای مختلف، بهره برداری از توان جنگهای الکترونیک در منطقه و بهره برداری از سامانه فرماندهی و کنترل ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه رزمایش، شرکت همه نیروهای تابع ارتش جمهوری اسلامی ایران به صورت مشترک در این رزمایش وسیع و گسترده نشان دهنده توان ارتش جمهوری اسلامی ایران برای انجام مأموریت است و در این رزمایش امیدواریم که ارتش بتواند با پشتیبانی همیشگی مردم سلحشور و غیرتمند منطقه که همیشه از ارتش جمهوری اسلامی ایران و همه نیروهای مسلح حمایت کردهاند، بتوانیم اقتدار کشور را و اقتدار نظام را به ویژه در آبهای دوردست که منافع جمهوری اسلامی ایران وجود دارد به معرض نمایش بگذاریم و به همه ثابت کنیم که برای مقابله با هر گونه تهدیدی که ممکن است در آینده متوجه تمامیت ارضی و منافع جمهوری اسلامی ایران باشد، توان دفاع را داریم و مقابله می کنیم و پوزه هر دشمنی را به خاک می مالیم.